پیسه رو دمی جیب خود انداخت و رفت بدل دیگه هیچ کاری دمی ساعت دمی طول بی سال کار نکدن حالا واقعا کار نکدن وطندارای مهربان همیشه با ما میگین که شما چپلوسی نظام امارات اسلامی افغانستان هم میکنین اینی حقیقتی است که بعد از 20 سال انجام میشه بله ای ما تا 20 سال اینمزی کوچه اینمزی سرک میرفتم و میامدم واقعا در مشکلات بودیم این حال شکر خدا رو سای که از او سر میری در پنج دقیقه میرسی در دالمان از او سرم که میری در ده دقیقه میرسی در خانه این طرح امارت اسلامی خود کار میکنه ولی نظر به مثل که کمک ها به حکومت سابق جمهوریت میشد اونقدر به اینا نمیشه پروژه های بزرگی ها برای انداخته مثل کانال خوشتیپه که فلان شهید سردار محمد داود خان بود و خدا مغفرتش کنه و نه امارات کار میکنه ازش خوش هستیم دیگه ما ازش خواست میکنیم که دیگه آبادی و آبادانی را دیگه هم پیش ببره و به مردم سهولت ایجاد کنه والا یه طور است که در حکومت هم مردم کار نمیماند اما مردم های دو زورازن و غل و چاغر بود نگه پنج کران مصرف میکنه 95 رو پرد در جب منداخت نگه این دولت کسی دولت کار میکنه واقعیت که کار میکنه دیگه ما ازش خواست میکنیم که کار خوبی کنه و خوبترین بهترترینش انجام بده بسیار خوب بسم الله الرحمن الرحیم سلام وطندارای مهربان امیدوار هستم صحتمند و تندرست باشین انشاءالله که شب و روزتان به کام دلتان سپری شود تشکر از شما وطندارای که همواره به خاطر تماشا 34 افغانستان انتخاب میکنین ما هم تلاش میکنیم از نقاط مختلف افغانستان و همچنان از نقاط مختلف کابل برنامه داشته باشیم تشکر از شاروالی کابل که واقعا در طی دو سال از حکومت امارات اسلامی افغانستان تقریبا دو سال و چند ماه میشه میگذره آل فضل خدا در هر نقطه افغانستان در هر نقطه پایتخت کار جریان داره ما سپاسگزاری میکنم از وطن دوستایی که واقعا وطن خود دوست داره وطن حیثیت مادر آدم ها داره هر کسی به این وطن خیانت کرد روزش وطندارای ما شما میبینین که حالتشان در چی قرار است کسایی که خیانت کردن فراری شدن و لذت وطن نمیبرن الحمدلله
ما در قسمتی که قرار داریم که سالهای متمادی این سرک از طرف زورمندان بند بود و این سرک یکی از سرکای کلیدی کابل است که از افشار دالمان شروع میشه الا شرک حاج نبی ختم میشه و یکی از سرکای حلقوی است که راه را بسیار نزدیک میکنه و کاهش ازدحام ترافیکی 100% کم میشه و این سرک در بینش گلدان هم داره و پیاده روی این سرک هم سنگ فرش میشه و این قسمتی که ما قرار داریم کار قیرریزیش تکمیل شده و یک طرف سرک تا افشار دالمان کارش تکمیل است و طرف دیگهش دیگه کارش چند روز بعد قیرریزی جریان پیدا میکنه. انشاءالله وطنداران ما در قسمت نگهداری تاسیسات دولتی کوشا باشند. وقتی که ما شما شعار میدیم که شهر ما، خانه ما در قسمت وطن خود مسئولیت پذیر باشیم، ناگفته نمانیم وطندارای مهربان که انتقاد کرده بودین، انتقاد به این کرده بودین که در بین سرک استاد میشین و شما همراه مردم مصاحبه میکنین. وطندارای ما ناگزیر هستیم که سرک به شما نشان بدیم که چقدر زیبا ساخته شده و این طرف های سرک تا فعلا کار سنگفرش جریان پیدا نکرده. ما نشان میدیم تصویری که شما لذت ببرید. ما خیلی معذرت میخوایم و تمام کامنت هایی که شما وطندارای مهربان کامنت میتین، نظر میتین، ما میخوانیم و انشاءالله کامنت های شما هم ما را، کار ما را خوبتر و خوبتر میسازم. ما هم میریم نظرات وطندارای خود را میگیریم، دوباره بر میگردیم. انشاءالله روز شاید باشیم که افغانستان تمام نقاطش آباد شوه. وطندارای مهربان، قسمی که شما مشاهده میکنین در کنار ما یکی از وطندارای ماست، نظرات وطندار خدا بگیریم که در این قسمت چی میکردن و کجا میرفتن. السلام علیکم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام به شما و بینندگان محترم شما و از خدمت شما سپاسگزاری. اسم ما حفیظ الله، باشنده نایه هفت شهر کابل، باشنده چلستون. آمد مینمت و چکری طرف سرک چی میگه ایره؟ سرک افشار دالمان است، بیشترش هم میره سراسیاب و چی است؟ سرک حاج نبی. سرک حاج نبی بسیار خوش هستیم. این سرک بسیار خاکباد و دیگه بود با مو خاطر دیگه از دولت خوش هستیم، از شاروالی، کارمندای شاروالی و به این خاطر که زحمت میکشه و به مردم آبادی و دیگه رو میکنه بسیار خوش و سپاسگزار است. سابقا از این منطقه رفت آمد میکردی؟ بله، از این منطقه خود زیادی راه طرف چگونه بود راهش؟ بیخی خاک و خاکباد و تا اونمون قسمت شهرک پخته بود دیگه، این طرف کلش خرابه بود. این امارت کار میکنه یا نه؟ نه، امارت کار میکنه، ازش خوش هستیم. دیگه ما ازش خواستیم میکنیم که دیگه آبادی و آبادانی را دیگه هم پیش ببره و به مردم سهولت ایجاد کنه. تقسیم اوقات ازیا کار با خیلی من ولایت ها و اطراف هم شروع کرد. همین زونای بزرگ مثل قندار، ایراد، مزار و قندوز و بدخشان و ننگرهار و بغلان و اینجا دیگه حتما نظر به مو رسیدگی و نظر به مو رپ بودیجی از یاد دیگه. کاکو جان، ما شما شاهد هستیم که امارات اسلامی افغانستان بزرگترین شهرهای افغانستان کارش آغاز کرد، از جمله شهرهای کابل، قندار، سالنگ. باورت میشد یک روز امارت اسلامی افغانستان اینقدر کار کنه و خصوصا کانال قشتبه یکی از بزرگترین کانالی است که در سطح منطقه. طرف امارت اسلامی خود کار میکنه، ولی نظر به مثل که کمک ها به حکومت سابق جمهوریت میشد اونقدر به اینا نمیشه. پروژه های بزرگی ها برای انداخته مثل کانال خوشتپه که فلان شهید سردار محمد داود خان بود و خدا مغفرتش کنه و در راه روان از اموی دولت هم روان شوه و پای قدم و آبادی از او و دومی آبادی سالنگ، تونل سالنگ، سرک امی شهرهای سالنگ، اورای قندهار، کابل. یا هم در زیر ساخت و آبادی از دیگه. توکل به خدا دیگه. کاکو جان، به نظر خودت اینمی سرک که ما شما قرار داریم سرک حاج نبی است، چرا سابق، چون در این قسمت خیلی رهبرا زندگی میکرد، با گفته خودشان رهبر میگفتند، چرا ما هم قرار بازسازی را نمیکرد؟ پول هم داشتن، امکانات هم داشتن، کیا موانعت میکرد؟ ولی طور است که در حکومت هم
مردم کار نمیماند اما مردم دو زورازن و غل و چاغر بود نگه پنج کران مصرف میکنه 95 رو پرد در جب منداخت نگه این دولت کسی دولت کار میکنه واقعیت که کار میکنه دیگه ما ازش خواست میکنیم که کار خوبی کنه و خوبترین بهترترینش انجام بده بسیار خوب کار سرک چند روز بعد انشاءالله تکمیل میشه یک چند ماه بعد بخیر شاید یک ماه بعد یا تا بهار یا بعد از بهار تمام شد بعدا مردم مسئولیت داره در قسمت سرکات تا استاد دولتی حتما ملت تو راست که وطن مثل مادر واری است همین سرک سرک خانه ما سرک کاشانه ما سرک آبادی ما باید در مقابل مراقبت سرک باید احتیاط کنند موتر تناج بلند موتروانا یا شرکت ها بار نکنه در هر دروازه ولایت و ورودی و خروجی باید ترازوی تناج نصب شو موترهای بلند تناج از وزن کم کنه و به میار تناج بین المللی سرک باید بار شو بخیر سلام آمد تشکر زنده باش قربانی چون بخیر شما تشکر خان آباد السلام علیکم سلام علیکم علیکم سلام خسته نباشید سلامت جور باشید کجا میرفتین بخیر همین طرف خانه میرم اسمتون چی است اسم من چمن علی خانه پیشتر است خانه طرف همین شرک سرخابات است آخر همین شرک این سرک آخرش کجا میره باز یا آخرش فکر کنم که آخرش در شرک امید سبز خلاص میشه چقدر خوب شد کار قیریزی سرک جریان پیدا کرد و یک قسمتش تکمیل شد والا واقعا خدا خیرش بده بعد از چند سال؟ بعد از تقریبا 20 سال کیا موانعت قرار میدادی سرکا جور نمیشد؟ نه والا ای خدا خیرش بده این کار که بیخی بر امی سایه کیسون میره بیخی خوب شده والا چی کاروبار میکنی؟ ما کارگری سای چاو کسیم کار کم است خدا مهربان است پروژه زیاد شد و مردم هم صاحب کار میشه و یک قسمت وطن ما خوابات بله، میشه بله 100% همین وطن در دیگه جای پیدا میشه؟ نه والا هر جایی که هر اینمی خاک خود ماست از همینجا زاده شدیم؟ اینمی اینجا در دنیا آمدیم اینمی اینجا میرم دیگه تو قربانی خاک شد قربانی خاک شد به خاطر چی؟ این خاک مقدس است بله بله و خیلی وطن دارای ما قدر وطن خدا نمیفهمه اگه نه چی یک آرامشی است اینمی است که سرگردان هستن اینمی است که حال ما اینه میرم سر چاک قار اگه گیرم آمد خوب اگه نامد خدا را شکر بیرم پس اون خانه شکر خو میکشی؟ شکر ازار کرد شکر خو بیدر جانی جانم خو راحت است خیالم خو راحت است ما بین خانه خود خو هستی درست میگی دیگه در ملک مردم و ایران و چیز نیستی یعنی 100% خدا را شکر که این چی است کوکو جان به نظر خودت چرا می سرک سابق جور نمیشد و خصوصا این سرک یک از سرکای کلیدی است و همچنان خیلی رهبرایی که در این قسمت بودن دیگه رهبر میگفتن رهبر هم نبودن رهبر نبود و کلش این می تو پیسه رو دمی جیب خود انداخت و رفت بدن دیگه هیچ کاری دمی ساعت دمی طول 20 سال کار نکردن حالا واقعا کار نکردن وطن دارای مهربان همیشه با ما میگین که شما چپلوسی نظام امارات اسلامی افغانستان رو میکنین اینی حقیقتی است که بعد از 20 سال انجام میشه بله بله ای ما تا 20 سال اینمزی کوچه اینمزی سرک میرفتم و نیامدم واقعا دک مشکلات بودیم این حال شکر خدا رو سای که از او سر میری در پنج دقیقه میرسی در دالمان از او سرم که میری در ده دقیقه میرسی در خانه بیخی واقعا خدا خیرش بده کاری سرک تکمیل شد بخیر مردم هم مسئولیت داره در قسمت نگهداری شد بله بله 100% اینمی خانه شد دیگه اچی تا خانه خود اونو متون اضافه که اونجا رعایت میکنه باید اینم اینجا رعایت کنه بخیر باشه سلامت باشه جور باشه میبخشین نفع میخوایم سلام علیکم علیکم سلام خسته نباشی جور باشه نام چی از کجا میرفتی عبدالهادی میرم خانه از مکتب آمدم خلاص چی از شریفی شریفی چند مکتب هستی هفت خانه کجاست خانه دوشار این مبارک باشه کاری سرک شروع شد و یک قسمتش قیریزی شد چقدر خوب شد به نظر خودت؟ بسیار خوب شد بسیار خوب شد نه؟ در مکتب کنون مزامون بیشتر دوست داری امی روزا امتحان هایتان از به نظرم؟ امروز امتحان چی داشتین؟ امروز امتحان کیمیا انشاءالله مکتب خود تمام کنی آرزو داری یک آم دوشتره بخونی دکتر میشی انجینر میشی بخیر دکتر میشم چرا؟ به خاطر که وطن ما باچه به خاطر که وطن دارای مریض ما پیش تا آمد یک تعداد خورایگان تداوی میکنی یا نه؟ میکنم یا نه؟ آفرین انشاءالله درس ها را خوب صحیح بخون کوشش کن خوب این وطن
با ما و شما ضرورت داره. سابق بود یک سرک طرف کم دست میخوام یکمک خطرناکم بود تکر مکر نشه باز سرک رفت آمد نمیکردیم باز ما میرتیم از آی خاک خاکم باز دیدی به تنفس زر بازار خوب شده دو سرک جور میکنه باز یک سرک از زیر مطر میره از یک سرک از زورا کنم مزامین مکتب بیشتر دوست داری؟ داری داری را؟ دیگه مزامین دوست نداری؟ نه انشاءالله که کوشش کو خواه پیام داری به نوجوانایی که هم مانند خودت هست؟ درس بخونن و وطن ما را آباد کنن بخیر باشه خانم سلامت سلام علیکم سلام علیکم خسته نباشین بخیر باشه خوب هستین؟ شکر فضل خدا شکر خدا معرفی کنین نامتان چی هست؟ من هستم صادق صادق؟ آه صادق جان کجا میرفتی؟ میرفتم خانه خود خانه دشت چی هست؟ شرک اجنبی تیر شده قلعه قاضی چی میگه؟ قلعه قاضی این مبارک باشه سلامت. بعد از چند سال؟ تقریبا میشه 7 سال میشه چی کاروبار میکنی؟ کاروبار من فلزکاری هستم صندوق سازی صندوق برق جور میکنیم در پاکلای پاک هست خدمت میکنیم به وطن دار هر وطن دار ما به نوبه خود خدمت میکنه به وطن یک نفر نجار است یک نفر کارگر است یک نفر انجینر است یک نفر دکتر است اینمی که آسایش به وطن دار ما فراهم میکنیم می کلان گپ است و کار سرک شروع شد تقریبا یک 80-90% کار پیش رفته یک قسمتش قریزی شد چقدر سهولت به وطن داره بفرام میکنن بسیار بسیار هم تر زیاد دیگه اینقدر این سرک خراب بود که در شد نبود دیگه این حالی چقدر راحت شدیم واقعیش داره ما همین زیر را بود دیگه از را بسیار این میاد یک قدرم نبود نقدر نیست بزیک بود دیگه سرک بسیار خراب شد ولی بسیار راحت شدیم انشالله دیگه به خیمتر به پای سیکیل بشه مرتر بشه هم تو راحت شدیم دیگه صادق جان چرا سابق همین سرک جور نمیشد و خصوصا در این قسمت ها خیلی مقامات جمهوریت زندگی میکردن ولی اویش دیگه ما نمیفهم واقعیش دیگه داو همین امارات خدمت میکنه نمیکنه بسیار زیاد واقعیش زیاد در قسمت ساخت ساز در قسمت سرک سازی واقعیش که خدمت میکنه به وطن سازی بسیار خدمت میکنه خیر ببینه خانه شاباد اما یک چیز دیگه هم هست که کاروبار ساخت سازی خانه نیست خیر ببینی دیگه اونو کار کم که شوه انشالله بیخی دیگه دنیا میگه دنیا شد دیگه گل بزار انشالله که امید به خداست بنا به خدا به خاطر چی میگه پشت هر تاریکی یک روشنی است میگه پشت هر شب تاریک یک روز هم است انشالله که ما و شما یک روز شاهد باشیم که افغانستان تمام نقاط شاباد باشه و خصوصا پایتخت ما که هم شکل دیگه پایتخت های کشورهای دیگر باشه بعد ما و شما مسئولیت داریم در قبال وطن خود بله چرا؟ اگر نداشته باشیم که جور نمیشه باید داشته باشیم که دست بدیم که وطن خود را آباد کنیم بخیر باشه زنده باشه باعزت باشی وطندارای مهربان قسمی که شما مشاهده کردین نظرات وطندارای خود هم گرفتیم پیام آخر ما به وطندارای ما به وطندارای که از این سرک رفت آمد میکنن انشاءالله که در قسمت نگهداری این سرک آنقدر کوشا باشند که وقتی که ما و شما شعار میتیم که شهر ما خانه ما در قسمت وطن خود مسئولیت پذیر باشیم تشکری خاص میکنم از وطندارایی که همیشه به خاطر تماشا 34 افغانستان انتخاب میکنه و چنل خود انتخاب میکنه ما هم وعده میدیم که از نقاط مختلف افغانستان برنامه داشته باشیم ما هم ناگزیر هستیم خداحافظی کنیم این بود داشتن برنامه تا برنامه های دیگر تا دیدار دیگر شما را به خداوند یکتا میسپاریم شب و روزتان خوش الله نگهدار شما